امروز هم همطور که در برنامه قبلی قول داده بودیم در خدمت دوست عزیز و رفیق گرامی محمد رضا شاهرگونی هستیم. پی میگیریم بحث کنگره 23 سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر رو و به مسائلی که از جمله در سند سیاسی مصوبه در این کنگره آمده هست خواهیم پرداخت. اما قبل از هر چیز سلام میکنم به مهمان عزیز ما رفیق شاهرگونی. زنده باشید رفیق آرش عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. رفیق شاهرگونی، بحث روز چهارشنبه مون رو با ارزیابی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر در رابطه با خیزش دیماه شروع کردیم و از جمله به این مسئله اشاره کردیم که در سند، هم سند سیاسی کنگره هم بهش تاکید شده، این که این حرکت نه تنها متوقف نشد بلکه در ابعاد دیگه و با اشکال دیگه تداوم یافت و در همین روزهای اخیر از جمله به اشکال مختلف حرکات مردم رو، اعتراضات مردم رو در شهرهای مختلف شاهد بودیم. اگه اجازه بدید یه مکسی بکنیم قبل از اینکه ادامه بحثمون رو دنبال بکنیم، مکسی بکنیم بر اعتراضاتی که در این روزها شاهد بوده و هستیم، از جمله اعتراضات جاری در حقیقت، از جمله در شهرهای مختلف. این بار در شهرهای بزرگ شاهد اعتراضات وسیعی بودیم، در اصفهان، کرج، مشهد، شیراز و غیره، و این اعتراضات با مقابله تند نیروهای انتظامی هم روبرو شده، ماشین های آبپاش و گاز اشکاور و دستگیری ها و غیره، و در این حال همزمان شاهد صدور احکام سنگینی برای دانشجویان فعالین چپ دانشجویی و دراویش گناه‌آبادی و اینها بودیم که احکام سنگین زندان و به اونها بودن. پیش از اونم که شاهد صدور همین این چنین احکامی برای فعالین جنبش زنان بودیم. آیا سوالی که میخوام بکنم در حقیقت این است که آیا سیاست سرکوب این چنینی از جانب رژیم میتونه باعث کاهش این اعتراضاتی بشه که مدت‌ها شاهدش بودیم و جلوی تداوم اونو بگیره، و اصولا چرا حاکمیت جمهوری اسلامی احساس میکنه که میبایست به قول معروف شمشیر رو از رو ببنده و به این شکل به مقابله یا پاسخش در حقیقت به این اعتراضات چرا میبایست چنین سرکوب گسترده و بسیار همه جانبه باشه؟ من فکر کنم که قبل از هر چیز مسلمه که خیلی یه جمله بگم که با سرکوب فقط نمیشه مردم رو خاموش کرد. میدونی که یه سرکوب خیلی مهمه، میتونه به اصلاح واقعا مردم رو مرعوب بکنه و اینها، ولی در هر مطالعات زیادی شده دیگه در کشورهای مختلف و اینها در مورد جنبش ها و اینکه کجاها واقعا سرکوب کار میکنه، کجاها سرکوب کار نمیکنه. مثلا یه مسئله هست، اون مسئله عدد بزرگ. وقتی دامنه حرکت از حد معینی فراتر رفت، خیلی سرکوب حتی میتونه مشتعلتر بکنه آتش شورش. این مسئله خیلی مهم و شناخته شده ایه، نه که مثلا یه چیز تئوری که خیلی مثلا ادهی گفته باشن. یکی از حالا شناخته های اسلام مسلمات همین علوم اجتماعی مربوط جامعه شناسی شورش ها، خیزش ها، بسیج هاست و اینا. علتش هم اینه که ببینید مردم در حالت عادی معمولا میترسن در دیکتاتوری ها، در سرکوب ها. در دموکراسی ها این ترس کمتره، چون آدم این سادگی ها مثلا نمیدونن کسی رو در فرانسه یا آلمان چون در تظاهراتی شرکت کرده، حتی مثلا به نخست وزیر یا رئیس جمهور یا مهدا مثلا فلان توهین کرده، مثلا ملکه در انگلیس و فلان، مثلا بگی بگیرند و شکنجه فلان، این پدیده نیست. اینا رو باید قبول کنیم که بعضی ها چون ممکنه بگن که دموکراسی، همچین دموکراسی ها هم نیستش. همین حدش خیلی حد بزرگیه که در اینجا هست
و اینا باعث میشه که خیلی مثلا مردم راحت تر حرف بزنن. در دیکتاتوری ها اینطوری نیست، مردم میترسن، محاسبه میکنند اینا. ولی مسئله عبارتش اینه که وقتی تعداد زیادتر میشه، عدد بزرگ به میان میاد، یک نوع به اصطلاح کاهشی در هزینه به اصطلاح مجازات یا مثلا هزینه شرکت در حرکت های اعتراضی دیده میشه. این رو به شیوه اون نظریه که مثلا در اقتصاد بعضی ها میگن اون نظریه عملا هم ضد مارکسیستیه، ولی نکته جالبی رو مطرح میکنه. اون عبارت از اینه که در واقع همین میگن نظریه مارجینالیستی در اقتصاد و اینها، در واقع واحد نهایی از یک کالا تعیین میکنه که ارزش هر یک از این واحدها چقدره. مثلا شما اگه یه سطل آب داشته باشید، خب معلومه که ارزشش بالاست. اگه 10 سطل داشته باشید، 10 1/10 میشه. اگه 100 سطل داشته باشید، خب 1/100 میشه. در فرض میکنیم که تقاضا ثابته، عرضه بیشتره. مسئله اینه که اینو به مسائل جنبش ها بیارید، یعنی اینکه واحد نهایی مارجینال مثل حاشیه اون تعیین میکنه که در واقع هزینه چطوری هستش. اگر قبول بکنیم که مثلا مردم مثلا 1000 نفر شرکت میکنن، مردم میترسن بیشتر. وقتی میان وسط یک دفعه اگر مثلا 10,000 نفر باشه، خب ترس اینطوری نیست. 100,000 1,000,000 دیگه چیزا میریزه. این مسئله که در توضیح انقلاب ها و خیزش های بزرگ اهمیت داره. مردمی که در شرایط عادی خودشون رو به اصلاح به دم چک نمیدم، چطوری که یک دفعه این شجاعت رو پیدا میکنن؟ واقعیت اینه که خود این ماجرا جرأت رو بیشتر میکنه. یعنی این همه آدم رو که نمیتونن بکشن، این یک اصلا یک اصل مسلم فرض میشه، اما یعنی یواش یواش مردم اینو در میارن، بنابراین جسارت رو بیشتر میشه. حالا در ایران از خود دیماه نشون داد و بعد از اون هم میبینیم ترس تا حدود زیادی فرو ریخته، مردم اونطوری نمیترسن. یکی از دلایلش اینه که اصلا به جان آمدن از این حوادث و فلان. یعنی یه طرفش هم اینه که عدد هی بزرگتر میشه، جغرافیای شورش گسترده تر میشه. اینا مسائل خیلی مهمی هستن. بنابراین به نظر من در این شرایط تصادفا سرکوب بیشتر قضیه رو خرابتر میکنه. مثلا در انقلاب 1357 این حرکت ها که اتفاق افتاد، یه جایی رسید که رژیم تصمیم گرفت که یه زهرچشم بگیره. در میدان ژاله دیگه، 17 شهریور، یه مدت خاموش کرد. یعنی در واقع اون تظاهرات با اون شعارها تکرار نشد، ولی دو ماه و نیم بعد دوباره شروع شد. دقت میکنه، نه که اصلا خاموش شده بود، ها حرکت به شکلهای دیگر ادامه پیدا کرد. حالا مثلا حرکت هایی که دیدید، مثلا حالا اصلاح طلب ها در 10 روز دیما بگفتن اینا در شهرهای کوچه کند و اینا مثلا همچین مهم نیستند و اینها. حالا ببینید دیگه در شهرهای بزرگ هم به قول شما جستش، مثلا اصفهان سومین شهر پر جمعیت ایرانه، کرج نمیدونم سومی اصفهانه یا کرج هست، این طوریه. کرج در واقع در جوار تهران ظاهرا دیده نمیشه، ولی مشهد دومین شهر پر جمعیت ایرانه. وقتی اینجاها شورش ها فیلمهاش رو هم دیدید دیگه، که شعارهایی هم که میدن، بعد هر میان نمیدونم نرده میذارن فلان، مردم میان رد میشن و هیچ گوش نمیدن به حرفشون. آب پاش آوردن و حتی مردم یه مقدارم خنکتر شد هوا فلان. بعد رفتن آخرش مجبور شدن که گاز اشکاور و نمیدونم چیز فلفل و فلان و بهمان. خب طبیعیه، این پراکندگی ایجاد میشه، ولی به این صورت فکر نمی کنم که مردم رو بتونم چیز کنم. این یک مسئله. مسئله دومی که هستش اینه که خب سرکوب کردید، بعدم مسائل آخه یکی از دلایل این که مردم نمیترسن، عدهشون بیشتر شده، ولی یکی از دلایل اینه که تحمل ناپذیر شده. بابا مردم ایران کارد به استخوانشون رسیده، اینو ما باید قبول بکنیم. یعنی بخش بزرگی از ایرانیان نمیتونن دیگه زندگی رو ادامه بدن. بنابراین اینه که سکوت یعنی چاخه.
البته میدونی که ممکنه واقعا در هم بشکنه همه چیز و اینها، مردم به خیلی از ذلت ها تن بدن، و مسلمه که همه مردم همه لایه ها به یکسان نمیان به حرکت. اولا لایه های فقیرتر بیشتر در حرکت شرکت کردن، این یک حادثه بزرگ که از دیما اتفاق افتاده و به طور کیفی تغییر داده وضعیت رو. ولی مهمتر از اون، مثلا اونهایی که خیلی خیلی فقیرن در حرکت های به اصطلاح این اعتراضی و فلان شرکت کمتری دارن، این معناش اینه، چون اونقدر تفلک ها به اصطلاح له شدن که حالا یا اونقدر مشغول مسائل به اصطلاح زندگی به اصطلاح روزمره هستن، اون کمرشون شکسته در واقع زیر خم کردن کمرشون رو در زیر این بارها و فلان، که یه تظاهرات و فلان یه مقدار چیز لوکسی به نظر میرسه، ولی بخش بزرگی از مردم از پایینی ها و از میانی ها در شورش ها شرکت میکنن و تحمل ناپذیر مییابن. یه مسئله دیگری هم که خیلی مهمه در ایران، این جمهوری اسلام مهمه، این خیلی با اهمیت داره که بهش آدم توجه بکنه، اون عبارت از اینه که در این ماجرا فقط اقتصاد و دیکتاتوری و سرکوب و فلان فقط نیست، خیلی چیزا هست، محیط زیست، بقیه مسائل، تبعیض‌های بی‌پایان، فساد وحشتناک، این فساد برمی‌انگیزونه. می‌دونید که این مسئله خیلی خیلی حیاتیه. حتی خیلی ها بحث کردن از زمان ارسطو به بعد که در واقع جوهر انقلاب چه هست؟ آیا آزادی است؟ ارسطو یه جمله معروفی گفته که هنوزم که هنوز اعتبار خودش رو حفظ کرده. اونه که جوهر انقلاب عدالت است. وقتی مردم نابرابری، بی عدالتی رو احساس میکنن، شورش های بزرگ اتفاق میفته. یکی از اون بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا، آنتونیو گرامشی، حرف قشنگی میزنه. در دوره جنگ جهانی اول و اینا، اون تجربیات تازه بود اون موقع که نتحس کردن، میگم که سربازا در میدان جنگ همه محرومیت ها و اینها رو تحمل میکنن، دم بر نمیارن، چون جلو دشمن هستن، بعدم میجنگند و اینا. یه دفعه خبری میپیچه که برای فرماندهان یه غذای ویژه آورده بود، در حالش اینا غذا یا مثلا مثلا وعده غذا ندادن، یا چه غذای بهتری دادن و فلان به اونها، میگه شورش میشه. این مثلا این نیست که گرسنگی رو تحمل میکنن، ولی تبعیض رو تحمل نمی کنه. این مسئله یه چیز خیلی شناخته شده ای. حالا در ایران این در اوجه، بنابراین من فکر نمی کنم این را بشه تامشه. یکی از نمونه های همین قضیه فساد که خشم زیادی رو برانگیخته، مسئله بحران ارز هست و کاهش شدید ارزش ریال و در حقیقت کاهش قدرت خرید مردم، که حتی بازاریان رو که به شکل سنتی در حقیقت در چارچوب طرفداران رژیم محسوب می شدن رو هم به اعتراض برانگیخته. در همین روزهای اخیر از جمله در اصفهان مثلا شاهد اعتراض کاسبان این شهر بودیم که به نوسانات بیقانون قیمت ارز در حقیقت و کاهش دمفزون این مسئله اعتراض داشتن. کارگران و جوانان در شهرک شاهپور جدید اصفهان اعتراض داشتن به فقر و بیکاری. اهالی گوهردشت کرج شعارهایی رو علیه کل حاکمیت به اصطلاح مطرح کردن، شعار مرگ بر دیکتاتور و غیره و ذالک. و در اون چیزی که به قول شما خشم بسیاری رو برانگیخته این است که حالا که بحران ارزی به وجود اومده و به فرض قبول ادعاهای حاکمان مبنی بر اینکه این بحرانی است که به اونها تحمیل شده از خارج از کشور و مسئله تحریم ها و غیره، اون چیزی که بیش از همه خشم همه رو برانگیخته این است که در میان حاکمان رژیم هستن کسانی که حتی از همین بحران ارزی استفاده میکنن برای اینکه میلیاردها دلار به ثروت افسانه‌ای خودشون به اصطلاح بیفزایند. و این مسئله در حقیقت عنصر اصلی این اعتراضات بوده، به اینکه به قول شما چرا میبایست مردم تحمل بکنن این مسائل رو، در حالی که به جای اینکه شاهد سیاست‌های
عاقلانه ای برای مبارزه با این بحران ارزی باشیم، می‌بینیم که شاهد این هستیم که افراد مختلف نزدیک به حاکمیت از این قضیه برای افزایش به اصطلاح ثروت خودشون استفاده می‌کنند. در پاسخی که اخیراً به نوعی مطرح شده از طرف جناح‌های حاکمیت و به طور مشخص جناح ولایی، به نظر میاد که مسئله فشار به دولت روحانی رو سعی میکنن عمده بکنن و سیاست های دولت رو مسئول این بحران ارزی به اصطلاح مطرح بکنن. صحبت از ترمیم کابینه الان بحث اصلی مجلس هست و اینکه سعی میکنن این طور وانمود بکنن که وضعیت نابسامان اقتصادی رو میشه با ترمیم کابینه و اینها به اصطلاح مطرح کرد. فکر کنید که چه مقدار این اولا دعوای بالایی ها تعیین کننده است و اینکه آیا واقعا میشه با یه همچین اصلاحات آرایشی به اصطلاح کازمتیک به قول انگلیسی زبان ها مسئله رو حل کرد؟ من فکر میکنم که نه، امکان نداره. علتش اینه که در واقع این به اصطلاح روحانی چی ها نیستن که اینو دامن زدن. ولایی ها بیشتر از این هستن، چون واقعیت اینه که اون سهم شیر در حکومت مال ولایی هاست و خود رهبر با بصیرت بیشترین بخش اقتصاد و در واقع خیلی از اون مراکز حساس اقتصاد در دست همون نهادهای زیر رهبریه. بنابراین اینو عوض کنن این بهتر بشه، اون سهم هایی که دارن باید کمتر خواهد شد. بعد یه نکته دیگه عبارت از اینه که مسئله در واقع رژیم جمهوری اسلامی چون حکومت تیکه پاره در رژیم تیکه پاره وحدت بودجه ناممکنه، یعنی یکی از اصول شناخته شده به اصطلاح دولت امروزی، دولت در جهان امروز، یعنی چقدر در میاره، از کجا در میاره و تحت یک مرکز واحد. میدونیم که در ایران چنین مرکز واحدی وجود نداره، خودشون هم میگن که مثلا یک اسکله های زیادی هستن، نه یکی دوتا، اسکله های زیادی هستن که رسما واردات قاچاق میکنن و وارد کشور میکنن، هیچ کس هم کنترل نمیکنه. پس بنابراین اونا چیا هستن؟ فکر نمی کنم سهم روحانی و به اصلاح طلبا بیشتر از ولایی ها باشه، برعکس قضیه. نه اینکه مثلا اینها آدم های پاچیزه همهشون بنام، قصدم این نیست، قصدم اینه که اونها سهم شیر رو دارن. مسئله بعدی اینه که در اقتصاد ایران به دلیل اینکه بخش مثلا اقتصاد مولد، اقتصاد واقعی ضعیف‌تره، سفته بازی زیاده. یکی از دلایلش هم عبارت از اینه که مثلا اون حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی، یکی نسبتش دیگه، نسبت حجم نقدینگی به اقتصاد واقع مثلا تولید ناخالص داخلی، یکی از بالاترین هاست، خیلی حد چیزه. و این خواهناها سفته بازی و به اصطلاح نزول خواری و فلان و بهمان درست میکنه، یعنی بخش انگلی اقتصاد رو پی متورمتر میکنه. مثلا برای اینکه راحت تر اینو چی بکنه، در حتی کشورهای پیشرفته وقتی که این مالی شدن اقتصاد بیشتر میشه، بخش مالی اقتصاد نسبت به اقتصاد واقعی حجم بزرگتری پیدا میکنه، له میکنه حد اون اقتصاد واقعی رو، قدرت خرید و فلان رو پایین میاره و خیلی مشکلات به وجود میاره. اینها مجموعه چیزهایی هستن که اگر توجه نکنیم معمولا آدم میتونه بیشتر افشاگری بکنه و اینا، یه نه که مثلا چیزهای خاصی رو بگیم که مثلا اینا بدند و فلان که بد هستن، ولی اساس این نیست. اساس اینه که نمیشه اصلا در جمهوری اسلامی چنین تغییراتی امکان ناپذیره. ضمناً من فکر میکنم که حتما و حتما بایستی اصلا این سوبسید دادن به اجناس و به بهانه های مختلف و فلان، اینها خطرناکه. مثلا جمهوری اسلامی همین الان ایران کشور از کشورهایی که مازاد ارزیش قابل توجهه، منتها یعنی که ضرورتا به اصطلاح تورم و بی‌ارزش شدن پول اینطوری نباید به اصطلاح یه دفعه جهشی بره بالا. ولی چرا اینطوری میشه؟ خود این فسادی که گسترده است خود این دامن میزنه.
یعنی اینطور نیست که وش هستگی یعنی مازاد ارزی گویا طوریه که اصلا جمهوری اسلامی دیگه پول از بین رفت. اینطوری نیست. فساد در کل دامن میزنه. اونا مجموعش رو دادم در نظر بگیره خیلی مهمه بهش. و بعضی وقتا حتی خود مردم، حتی خیلی از افراد اپوزیسیون هم یه چیزهایی رو مطرح میکنن که فلان چیز سوبسید بده. به هیچی سوبسید، به چیزی سوبسید ندید. به آدمها، به آدمهای خاصی حتما باید سوبسید داشت. سوبسید هم منظورم یاران انرژی نیست. حداقل تامین حداقل زندگی، یه مسکن مناسب، آموزش و بهداشت رایگان برای عموم، اینها را بدید. به جای همین هم که ابداع ما که نیست، همین کشورهایی که ما زندگی میکنیم اینطوری هم دیگه شناخته شده است دیگه. به عبارت دیگه بحران آنچنان ساختاری هست که این روش های مثلا ترمیم کابینه و غیره و ذالک پاسخگوی این قضیه نخواهد بود. سوالی که همین که گفتید این خیلی نکته، دگرگونی های ساختاری میخواد. دگرگونی های ساختاری یعنی عملا اسم دیگرش میشه انقلاب. میشه خود قبل از اینکه به این قضیه بپردازیم، چون دور قبلی هم که صحبت داشتیم در حقیقت همینجا بحثمون تموم شد، در جریان ماه رمضان خاطرتون هست که اون مهمانی افطاری که بود در حضور رهبر، به نوعی صحبت از آشتی ملی بین حاکمان بود و جناح‌های مختلف، و در جریان این مذاکرات اخیر و دیدارهای ظریف و غیر و ذالک هم شاهد نوعی حمایت جناح خود شخص رهبر از روحانی بودیم. به نظر می اومد که اینها حداقل در برخورد با بحران و به خصوص مسائل بین المللی یه سری توافقاتی رو دارن و با هم کنار اومدن، اما این صحبت استیضاح دولت روحانی و حمله به او و طرح این که دولت هست که مشکلات رو آفرید و اینها، به نظر میاد که این ماه عسل کوتاهی که داشتن به سر اومده. آیا این رو میشد نتیجه رشد اعتراضات مردم دونست؟ ممکن رشد اقتصاد به اصطلاح اعتراضات مردم تردیدی نیست که اختلاف در بالایان هم در این حکومت و هم در هر حکومت دیگه، در یک کشور دیکتاتوری و حتی در کشورهای دموکراتیک هم اینطوریه، حرکت بیشتر باشه در بین بالای شکاف شدت پیدا کنه، قطعی است. برای یه مسئله ای که هستش اینجا، آشتی جناح‌ها در حال حاضر از یه لحاظی لازمه برای خود جمهوری اسلامی، اگر فرض کنیم که عقلانیت حکومتی دارن. به اصطلاح ماکس ویبر یه اصطلاحی بکنم، عقلانیت ابزاری، یعنی عقلانیتی که منافع خودشون متوجه میشه، دقت میکنیم. اگه این رو داشته باشن که باید فرض کرد که دارن، چون ممکن هم نداشته باشن اگه بریم، چون ما اطلاع نداریم که اینا از پشت صحنه چه میگذره. اگه فرض کنیم که این عقلانیت ابزاری رو دارن، قاعدتاً بایستی در این لحظه به جراحی های بزرگ در داخل خودشون دست نزنن، چون میده که مردم برخواستن، رژیم در یک فشار بین المللی بی سابقه است. در این شرایط جراحی بزرگ مثل این که کسی که قلبش مریضه یک چیز وحشتناکی رو بهش تحمیل میکنه دیگه، معلوم نیست که اصلا از زیر عمل بیرون در بیاد. این یه مسئله است که بنابراین که من فکر میکنم که مثلا دیدید که خامنه ای میاد نه تنها در اون ماجرای افطار، من بعد از اون هم به یه نحوی از رئیس جمهور محترم حمایت میکنه، فلان میکنه. مثلا عوض کردن رئیس جمهور اونم در وسط کار مالیات داره. حتی دیدید یه بار اتفاق افتاد، چه اتفاقات اون موقعی که خمینی خیلی اقتدار داشت و فلان، یه جراحیه دیگه. مثلا بنی صدر رو که عوض کردم، با واقعیت اینه که حتی خمینی ترجیح میداد اینطوری نشه. منتها اعتراضات بنی صدر، اینم حالا گذشته دادم برمیگرده به اون گذشته نگاه میکنه، خیلی از ماها اون موقع بنی صدر همین با اینو فرقی نداره فلان، اما به هر حال هر کسی که در حکومته باید هم کتکشو بخوره. ولی انصافا بنی صدر فاصله میگرفت، به این خاطر بود که اینها مجبور شدن ورش دارن مونده یه اوضاع، ولی اون موقع قدرتش رو داشتن. حالا چنین اتفاق خیلی برای رژیم سنگین میشه. منتها آیا
پس میتونن آشتی کنند و ادامه بدن؟ به نظر من نه، به دو دلیل. یکی که شورش از پایین یه چنین چیزی رو به اصلاح راحت نیست، اینا جرد پاسخهای یکسان به اصلاح باید تهیه کنند و اینها به اصلاح چنین چیزی آسان نیست. مسئله دیگری که هستش عبارت از اینه که اینها برای اینکه حتی اروپا رو نگه دارن، پرجام رو هم نگه دارن، برای اینکه برایشون حیاتی حالا مثلا خیلی دیگه تحریم ها از حد معینی لان نشه، معلوم نیست اروپایی به آسانی مثلا با سپاه و جهاد و نهاد مذاکره کنن، که نه اینکه اونها آدم های مترقی هستند و اونها از این ما از اینها بدترش رو هم مذاکره کردن، سازش کردن، معامله کردن، هیچ اصلا مسئله ای هم نیست. مسئله اینه که اینها چرا باید آخه به اینها امتیاز بدن؟ امتیاز خواهند گرفت. و بنابراین اینه که آقای خامنه‌ای احتیاج داره که آقای روحانی رو فعلا داشته باشه، از طریق روحانی، ظریف، نمیدونم فلان، یه چهره ای که زبان نرم داشته باشن. البته چانه‌زنی ها، اختلافات فلان هم ادامه پیدا. منم باز تکرار میکنم، اینم یکی از اون مواردی که نه اون فشارها کم خواهد شد به هم دیگه، به یه دفعه خواهد خشکید، حتی خامنه‌ای هم بگه، چون اونقدر جناهای مختلف هست که اصلا نمیتونن هم جمع و جور کنن. مثلا دیدید همین الان که خامنه‌ای میگه که تایید میکنه مثلا روحانی رو که رفته اروپا، همون موقع اون رحیم صفوی میگه دولت خودش اصلا نباشه بهتره. خب رحیم صفوی هم یکی از آدمهای به اصطلاح وردسته‌های خامنه‌ایه. چرا اینو میگن؟ اینو باید رفت شدید که در این حکومت تیکه پاره که ناشی از نابهنگامی جمهوری اسلامی، دولت یک پارچه نمیتونه با آسانی بشه هستش. من فکر کنم هر دوتاش رو خواهیم داشت، یک کمی عیار این بیشتر میشه، عیار اون کمتر میشه، ولی اینها من در کم اینه که ادامه پیدا میکنه. یکی از مسائل مشخصی که پاسخ مشترکی براش به نظر میاد که ندارم، پیشنهادی است که به همین یکی دو روز اخیر ترامپ مطرح کرد. ترامپ به شیوه معمول خودش خیلی شوکه کرد همه رو، صحبت از آمادگی برای مذاکره مستقیم و بدون هیچ گونه قید و شرطی با جمهوری اسلامی کرد و در پاسخ به این پیشنهاد و دعوت از طرف ترامپ به نظر میاد که اختلافات وجود داره. از یه طرف فرمانده سپاه رو داریم که ادعا میکنه که مردم اجازه مذاکره نخواهند داد، و از طرف دیگه مشاوران روحانی رو داریم که شرایطی رو برای مذاکره ترسیم میکنند و بالاخره به نظر میاد که به نوعی به هر حال آماده و علاقمند هستن به این قضیه. بحث مذاکره مستقیم به نظر شما در شرایط کنونی حاکمیت جمهوری اسلامی رو در چه وضعیتی قرار میده؟ و فکر میکنید هدف ترامپ اگر بشه گفت که هدفمند هست و صرفا یکی از اون ادعاهای به اصطلاح ثانیه‌ایش نیست، چیست از طرح این تاکتیک بسید؟ ببینید من فکر میکنم که در این رابطه مذاکره با به اصطلاح خارج و اینها، وقتی وضع خرابتر شده طبیعیه که هر دو طرف مجبورن که یک سلسله چیزهایی رو که در واقع گرایش خودشونه نشون بدن دیگه. مثلا در زمان اوباما یادتون باشه که روحانی گرایشی داشت که با اوباما ملاقات کنه، حتی اون تلفن معروف یادتونه دیگه. مثلا اون موقع خامنه‌ای شلتاق‌بازی داره، خیلی بچگانه که اصلا اون اشتباه بود و نمیدونم خبط بزرگی بود و فلان، یا حتی مثلا قدم زدن ظریف با کری در ژنو، مثلا خود سایت خامنه‌ای اصلا اونو مسئله کرد. و حالا که این مسئله که ترامپ گفته من بی قید و شرط حاضرم مذاکره کنم، طبیعیه که روحانی میگه که ما حاضریم مذاکره کنیم، ولی این جمله معنا نداره، گفته به شرط اینکه به برجام برگرد، یعنی گفته حاضر مذاکره نمی کنیم دیگه. اونجا سپاه بایستی همونطور که فشفش در می کردن دو نمیدونم روی موشک ها نمیدونم عبری جملاتی می نوشتن دو فلان، اون هم هر کسی بر تینت خود می تند دیگه به اصطلاح، اون هم در واقع از جنس اون حرف هاست که اصلا ما مذاکره نداریم با آمریکا. خود خامنه‌ای هم اصلا با آمریکا مذاکره نمی کنیم.
خب شما با آمریکا مذاکره کردید، انصافا اون 5 به اضافه 1 اون یکش مهم بود، حالا اینو به آلمان میگفتن به اضافه، ولی واقعیت اون آمریکا بود. تا آخر اصلا مذاکره بین کری و ظریف بود دیگه. اصلا همه تون هم میدونید در مذاکره رو هم که شروع کردید از مسقط عمان و اینها، با چی مذاکره رو شروع کردید؟ ترتیبش رو با آمریکایی‌ها دادید دوباره اروپا. اروپایی‌ها نه، این نظر رو داشتن که مذاکره بشه فلان از اوایل قرن به اصطلاح 21 همون سال قبل از سال 2001 و فلان، هی رفتن اومدن اون سه وزیر خارجه و این داستان ها فلان. و این ایران هم اون موقع آمادگی داشت، جمهوری اسلامی آمادگی داشت، اونا قبول نکردن دیگه. اوباما قبول کرده بود و بالاخره با اوباما چی؟ با اوباما مذاکره میکردید، نه با اون دیگران. حالا مثلا اینه که ما با چیز آمریکا اصلا مذاکره نداریم. با این ترتیب بود که اون 12 سال فرصت رو از دست دادم. اون مذاکراتی که میکردن دیدید که همین متحری گفته که اون موقع در دوره ما باید مذاکره میکردیم، در حوزه های مختلف هم مذاکره میکردیم و قضیه رو حل میکردیم دیگه. فرصت ها رو واقعا سوزان دیگه. اوباما بی قید و شرط همین مسئله رو در مراسم تحریف ریاست جمهوری گفت، ما دستمون رو دراز میکنیم مذاکره فلان، باید فلان چیزا نشه، بهمان چیزا نشه. منتها گوش ندادن، سنگین ترین تحریم ها رو دبستا پیش برد و وضعیت خرابتر شد. اون موقع آقای با بصیرت ناگزیر شد که نرمش قهرمان هم میشود. مسئله ای که هستش اینه که هر کسی بر تینت خود میترد، اون فرصتی پیش اومده روحانی در واقع میشیم حاضریم مذاکره کنیم، ولی به برجام بله. معلومه که ترامپ که به این آسانی ها به برجام در نمیگرد. منتها یعنی جواب روحانی هم انصافا منفیه. منتها گفتنش یه میگن که بفرما به تمرفشین اینا به چه خیلی دوتا ستا چیز دیگه، به نحوه بیان یک چیز واحده. این میگه اصلا ما با آمریکا مذاکره نداریم، فلان میکنیم، اصلا علم میکنیم، همون موشک ها رو چیز مینوشتن، من به روش عبری در مثل اونه. اما مثلا این مسئله که ترامپ چی میخواد، چرا این کار مسئله رو مطرح کرد، اصلا واقعا میخواد مذاکره کنه فلان؟ من فکر میکنم والا ترامپ ممکنه بازی باشه، ولی فکر نمیکنم اونم دیوانه، درسته نامتعادل فلان، ولی توجه باید داشته باشیم که برجام یکی از موضوعات مورد اختلاف حالا بین اروپا، اتحادیه اروپا یا اروپا به طور کلی و آمریکا، یکی از اون است و حتی بزرگترینش نیست. بزرگترینش دیدید دیگه، مسئله جنگ تجاری حالا اتفاق میفته، این که در ناتو چطور باید باشه، نمیدونم اتحادیه اروپا چه روالی رو در پیش بره، روسیه رابطه با روسیه چطور، دیدید دیگه این حرفای بعد در این رابطه. خب مسئله با توجه به اینها اروپایی ها اینجا به نظر میرسه که تا حدی میخوام وایستن در مورد برجام هم در مقابل آمریکا وایستن. ترامپ چون اینو میبینه یه در متوجه شده که اروپا مثل که شکاف بیشتر شده، برای اینکه اروپا رو در واقع نرم بکنه میگه که ما حاضریم مذاکره کنیم. ما مذاکره که تو رفتی بینم یه قرارداد رسمی شورای امنیت رفت و فلان کرد و بهمان جدی شد، اونو زدی زیرش، حالا مذاکره چه بکنم؟ اما این که آیا مثلا این در این وضعیت مذاکره بکنه جمهوری اسلامی چه میشه؟ مسلمه که در این وضعیت مذاکره بکنه جمهوری اسلامی در واقع رفته هوا. به نظر من قاعدتا جمهوری اسلامی هم همون خرد ابزاری اگه وجود داشته باشه، بذار خردگرایی عقلانیت ابزاری وجود داشته باشه، مساله خودشون رو متوجه بشن. حالا مردم ایران طرف دیگه از آن منافع ایران با منافع مردم فرق داره، قاعدتا نمی کنن. چون این نوع مذاکره اولا اروپا میبینه سنگ روی یخ شد، اینا دوباره یعنی اونقدر ترسیدن که رفتن با آمریکا مذاکره میکنن. ثانیا ترامپ یه چیزهایی رو از برجام خارج شده، چه اعتباری وجود داره که حالا فرض کنیم مثلا آدم متعادلی هم هستش، چه تضمینی وجود داره که همین مذاکرات رو بزنه زیرش؟ بنابراین که این حالت بعید میدونم که جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، منافع خودشون رو قاعدتا باید تشخیص میدن.
چهار کنیم فرصت چندانی برامون باقی نمونده. میخواستم که بحث رو از جایی که روز چهارشنبه به اصطلاح به پایان رسونیم یا ناتمام گذاشتیم در دنبال بکنم، ولی احساس میکنم که در این فرصتی که داریم شاید نشه این کار رو کرد. اگه اجازه بدید بحث چپ رو به طور کلی و موقعیت چپ و وظایفی که ما به عنوان یک سازمان کمونیستی در برابر خودمون و جنبش سوسیالیستی می‌بینیم، این رو بذاریم برای روز یکشنبه و در این فرصت 6-7 دقیقه‌ای که باقی مونده به مسئله دیگه‌ای بپردازیم که شاید بشه کوتاه جواب داد، و اونم مسئله‌ای است که از جمله توی صحبت قبلیتون اشاره کردید و اجازه بدید مقدمه رو اینطوری بگم که سازمان ما اساساً سازمانی است که بخشاً بدفهمی شده در رابطه اش، شاید بخشاً به این دلیل که ما کم توضیح دادیم و بد توضیح دادیم و شاید هم به دلایل دیگه ای که بستلاش، و از جمله این که سازمان ما رو به نوعی سوسیال دموکرات به اصطلاح مطرح میکنن. اینو صحبتی که دفعه قبل داشتید جمله تاکیدتون برای این که مثلا سیستم تأمین اجتماعی اشاره‌ای داشتید به این که در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، معمولا از این صحبت‌ها چنین برداشت میشه از جانب مخالفان و منتقدین ما که ما گویا خواهان این هستیم که به نوعی به اصطلاح به اصلاح طلبی گرایش داریم و فکر میکنیم که در چارچوب همین رژیم میشه به یه سری خواست‌ها رسید و غیره و ذلک. یه مقدار راجع به این توضیح بدید تا اینکه بحث اساسیمون رو یه نکته ای که هستش، بعضی چیزها رو در سیاست باید فاعل اقدام سیاسی روشن. اگه اینو نفهمیم که پرد مارکس با تمام سوسیالیست های قبلی که بعضی هاشون واقعا آدم دانشمندان بزرگ بودن، مثلا مارکس اینجاست در مورد مثلا فوریه که از جزو سوسیالیست های تخیلی میگن و فلان اینا، چقدر میگن یک مغز واقعا انسیکلوپدیک بود، دایره المعارفی بود، در همه حوزات مطالبی نوشته خیلی با ارزش فلان و اینا، یعنی این طوری نبوده که اونا آدم های شوتی باشن. فرق مارکس با اونا چیه؟ در اینه فاعل این حرف های قشنگی که میگیم و فلان و یا میگید و اینا چی باید بکنه؟ اونا میدونی که چیکار میکردن که بعضی از این مثلا سوسیالیست ها فلان مثلا میگفتن که مثلا فلان شاه یا فلان کسک میتونه این کار رو بکنه، حتی میگن که این پادشاه اورلانگتیز بوده، دخترای این شهیده بودن که اینا هندوانه خیلی دوست دارم، این اونجا در اون چیز شهر مدینه فاضلش هندوانه هم میکاشتا بچه شاه علاقه من بشه بهتر. خب آیا این شاه میتونه بکنه یا ما میتونیم بکنیم؟ بعضی از سازمان ها اونقدر به اصلاح چیز هستن که خیلی به خودشون اعتماد دارن که اعتماد از ناشی از نادانی متاسفانه، نمیدونم قصد طوری ندارم بکس که اصلا فکر میکنن یا ما میکنیم، ما حتی اقلیت باشیم هم میکنیم، در اقلیت کوچکم باشیم هم میکنیم، من فکر میکنم ما چنین نیستیم و نمیتونیم باشیم. فاعل دگرگونی اکثریت جامعه هست، مخصوصا توده ما، همین که پرولتاریا میگیم، طبقه کارگر در تمام کشورهای دنیا اکثریت جامعه رو تشکیل میده، چون ثروتمندان بنا به تعریف سرمایه‌دارا ثروتمندان بنا به تعریف کمترن تا اونها هستن دگرگون. حالا مثلا میخواهید شما مثلا تامین اجتماعی مثلا مطرح بشید، اولا برای چیها در ذهن چیها این بیفته؟ ما که نمیتونیم این رو بزلا، رژیم که نمیده، دیدید یه در قانون اساسیش هست ولی اصلا هیچی نمیده به مردم، شالاتان بازی بوده، حقه بازی بوده برای سوار شدن بر گرده مردم در اون اوائل انقلاب. مثل اینه که باید مردم بگیرن، مردم که با گفتن ما هم نمیشه، بعضی هم میان بعد از سرنگونه، خب بعد از سرنگونه یه چستش دیگه، حالا ببینیم چه میشه دیگه، وعده روز محشر دیگه، اون بحث دیگه، من دونم اینه چه خیلی دوره، من انشالله چه خیلی نزدیک. مثلا اینه که قبل از اون اصلا یکی از مسائلیه که در واقع تأمین اجتماعی مثلا ها، یکی از مسائلی که خود اگر راه بیفته به سرنگونی منتهی میشه، خب چرا نباید مطرح کنیم؟ حالا و اگه مطرح میکنیم به چی مطرح میکنیم؟ به مردم.
اینا مخالفت های خواهد شد. مثلا یه عده خواهند گفت که در ایران اقتصاد ایران توان این رو نداره. ما میگیم که چرا توانشون رو، مثلا در کوبا که نفتم ندارم فلان، اینا رو اجرا کردن دیگه که در حدی که مردم مثلا بهداشت و اینا در خیلی از ایالات آمریکا، ایالت های آمریکا بالاتره. اینا آمارهای رسمی میگن، آنچه ما درست نکردیم. یا مثلا در این مسئله که این سوسیالیستی در مرحله سوسیالیستی میشه، نه در مرحله سوسیالیستی. سوئد شما سوسیالیستیه؟ آیا آلمان سوسیالیستیه؟ آیا مثلا فرانسه سوسیالیستیه؟ بخشی یا تمام اینها در این کشورها هست دیگه. مثلا شما معالجه میکنید یا عمل میکنید، میرید بیمارستان میخوابید، پولی میدید؟ نمیدید دیگه معمولا، دقت میکنید؟ اما بعد که اینها رو چرا، یعنی میخواییم بگیم سوسیالیستی هم نیست. درسته ما برای سوسیالیسم پیچندیم، ولی خود این تأمین اجتماعی که میگیم، مثلا اون 4-5 تا سوبسید بزرگ که میگیم که باید اونها رو بدن به مردم، این فی نفسه سوسیالیسم نیست. البته فراتر رفتن از بازار، مکانیزم های بازار، یعنی بازار رو مهار کردنه، دقت میکنید، به نحوی برنامه انتقالیه. ولی هنوز از سرمایه‌داری نرفتیم بیرون. می‌خوایم اینا رو روشن کنیم، مخصوصا در جدل. حتی بعضی وقتا گفتن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست. ببینید که ما احتیاج داریم که مردم بتونن این رو علنا در خیابان‌ها داد بزنن، میگن آقا در قانون اساسی هست، چرا به ما نمیدید؟ این کمک، یعنی ما میدونیم و مدام هم گفتیم که اینا نخواهند داد، هیچ وقت ممکن نیست چنین چیزی اجرا بشه، ولی چون این شارلاتان بازی کردن به مردم وعده دادن و نمیکنن، ما چرا به ذهنیت توده ای و به این زمینه ای که قانونیت بده، یعنی مردم رو گرفتن، اگه در تظاهراتی به خاطر خواست تامین اجتماعی میشه میگیرن مردم رو، میبرن شکنجه فلان، ما بگه قانون اساسی ماده اصل 29-30-31 گفته ما کار خلافی کردیم، این یه مقدار مهار میکنه. اینا مهم هست در چارچوب پایین آوردن هزینه مبارزه برای اونه و قابل فهمتر کردن مسئله. میدونی که هزینه یکینه که سرکوب میکنن، یه عده اقتصاددانان دانشمند لشکری از اقتصاد، حالا نمیشه اصلا، این باعث میشه که اقتصاد ایران شکوفا نشه فلان، به ما بلا فاصله همه علیه تامین اجتماعی بسیج خواهند شد. بازار باید اینو تعیین کنه. بابا زندگی انسان خیلی ارزشمندتر و عزیزتر از اینه که این همه انسان و فلان چی بشه باید. این مسئله به خاطر اینه. حالا دیگران هم هر طوری فکر میکنن خب بکنن دیگه، چاره نیست. سپاسگزارم از شما رفیق شادگونی برای اینکه فرصتی به ما دادید که بحثمون رو ادامه بدیم. روز یک شنبه، برنامه روز یک شنبه مون مفصلتر راجع به این مسائل و مسئله سند سیاسی و اون نتیجه گیری هاش در حقیقت صحبت خواهیم کرد. از بینندگان عزیز هم که با ما بودن سپاسگزاریم. تا روز یک شنبه که باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود، برای شما آرزوی اوقات خوشی رو داریم. شاد و پیروز باشید. زنده باشید.